سلام دوستان خوبم، به کانال آشپز خونه خوش اومدیم. امروز با همین شیرینی ساده رو درست میکنیم که تو رستوران های ترکیه برای صبحونه سرو میشه و بهش پیشی میگن. هم میشه ساده درستش کرد، هم میتونین به صورت دونات درستش کنید، یعنی یه سوراخ داخل خمیرش ایجاد کنید. احتیاج به فر نداره و توی روغن سرخش میکنید. ساده و خوشمزه است، به مواد آنچنانی هم احتیاج نداره. 10 گرم خمیر مایه تازه داریم، بهش یه قاشق چایخوری شکر اضافه میکنم و مقدار کمی آب ولرم روی اون میریزم. برای یه لیوان فرانسوی آرد 1 استکان آب ولرم کافیه. مقداری آب ولرم رو میریزم روی خمیر مایه و با چنگال همش میزنم. 10 دقیقه میذارمش کنار تا اکتیف بشه. منظور از اکتیف شدن اینه که روش کف ایجاد بشه. یه لیوان فرانسوی آرد داشتم که اونو از صافی رد میکنم، الکش میکنم. میزان این مواد برای 2 نفر هست. اگه میخوایم بیشتر درست کنین باید 2 برابرش کنین. مقدار کمی نمک به آرد اضافه کرده و با آرد مخلوط میکنیم. بریم یه سری به خمیر مایه بزنیم. ببینین الان من درشو برداشتم، این کف روشو که ببینین میبینین که اکتیو شده. خمیر مایه رو به آرد اضافه میکنیم. همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم. میزان مصرف آب بستگی به نوع آردتون داره. بعضی از آردها احتیاج به آب بیشتری دارن. بقیه آبی که تو استکان بودم الان بهش اضافه کردم. حالا همه مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم تا یک خمیر یک دست به وجود بیاد. برای اینکه کیفیت این شیرینی ها بهتر بشن باید این خمیر رو به مدت 2 دقیقه هم بزنید. این خمیر چون چسبنده است من با قاشق به مدت 2 دقیقه همش زدم. اینطوری که میبینین. همینطوری که میبینین یه خمیر چسبنده داریم. همینطوری باید باشه. درشو میذاریم و میذاریم به مدت 1 ساعت استراحت کنه. بعد از 1 ساعت خمیرمون 2 برابر شده به این صورت. همینطوری که میبینین خمیرمون هنوزم همون حالت چسبندگی رو داره. برای فرم دادن به این خمیر ما یه مقداری آرد روی صفحه کارمون میریزیم و خمیر رو به اون روی این صفحه کار منتقل میکنیم. خمیر رو توی آرد میقلتونیم. خمیر رو فرم میدیم و به قطعات مساوی تقسیم میکنیم. این شیرینی خیلی پف میکنه و بسیار خوشمزه است. خمیر رو به شکل توپای کوچیک در میاریم و کنار میذاریم. دوستان اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما واسه دوستانتون هم بفرستین. اگه اولین بار ویدیوهای منو میبینین سابسکرایب یادتون نره. اگه خوشتون اومد لایک هم کنین، متشکر میشم. خب همه خمیرها رو الان گرد کردم به صورت توپ، کنار میذاریم. روغن رو میذاریم توی یه ظرف داغ بشه و شروع میکنیم به فرم دادن خمیرا. خیلی راحت خمیر رو باز میکنیم، فرم میدیم. هم میتونیم همینطوری توی روغن داغ بندازیم که سرخ بشه، هم میتونیم داخلش یک سوراخ ایجاد بکنیم که شکل دونات در میاد. روغن رو میذاریم روی حرارت متوسط تا آرام آرام داغ بشه و خمیرها رو توی روغن داغ سرخ میکنیم. اول یه طرفش رو میذاریم طلایی رنگ بشه و بعد اون طرف دیگه‌ش هم طلایی رنگ بشه. حرارت روغنتون زیاد نباشه که روغنتون دود نکنه. حرارت باید متوسط باشه تا این شیرینی‌ها مغز پخت بشن. همین یه طرفش طلایی شد، من اون طرف دیگه‌ش هم میذارم که طلایی بشه. بعد از سرخ شدن روی کاغذ حوله‌ای بذارید تا روغنای اضافیش
جذب کاغذ حوله‌ای بشه. من شیرینیامو سرو کردم. روی این شیرینیام میتونیم با خاک قند تزیین کنیم که خیلی خوشمزه و زیبا میشه. توی ترکیه با قیماق سرو میشه و عسل، که قیماق هم همون در واقع سرشیر خودمونه. با نوتلا و خامه صبحانه هم خیلی خوشمزه میشه. با هم بریم یکیشو امتحان کنیم. به به، عالی شده واقعا. شما هم حتما درست کنین نوش جان.